به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. من از این فرصت استفاده کردم. همون روز شنبه عصر که ایشون ظهرش اطلاعی داده بود، فرستادم یه نفر بشه. دفتر رهبر ایران فیلم و کتاب منتشر کرد. تلاش تازه برای جا انداختن روایت حکومت از انتخابات ریاست جمهوری 88. در ادامه برنامه، یک هفته بعد از درگذشت هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت منصوب شد. هشدار درباره تغییر الگوی انتقال ویروس ایدز در ایران. تعداد زنانی که از راه آمیزش مبتلا شدند 10 برابر شده. و در آستانه سال جدید میلادی نگاهی به 5 فیلم پیشنهادی سال 2018. سلام، خوش اومدید به این برنامه. من نگین شیراقایی هستم. و من کسرا ناجی. 9 سال پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88 در ایران، به نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی به دنبال روایتی جدید است. دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله علی خامنه ای کتابی منتشر کرده به نام فتنه تقلب. همزمان هم فیلمی برای اولین بار منتشر شده از صحبت‌های آقای خامنه ای درباره اتفاقات سال 88. این روایت میگوید که سران معترضان هیچ دلیل مستندی برای ابطال انتخابات ارائه ندادند. در این روایت ادعا می شود که آنها از کشورهای خارجی پول گرفتند. امشب در 60 دقیقه این روایت را راستی آزمایی می کنیم. اول گزیده ای از روایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی از آنچه که از انتخابات ریاست جمهوری 88 گذشت در گزارشی از مسعود آذر. آقای موسوی اعلام کرد که در این انتخابات تقلب شده و این منشأ همه حرفای بعدی شد. انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 88 و ناگفته ها، دعوت مردم به نافرمانی، به شورش، به استناد اینکه انتخابات تقلب شده. 9 سال از آن روزها گذشته و هنوز حرفای نزده بسیار است. دفتر رهبر ایران برای اولین بار فیلمی منتشر کرده از حرفهای آیت الله علی خامنه ای حدود 40 روز پس از انتخابات. چهره مخاطبان حرفهای او مشخص نیست. وبسایت رهبری گفته آنها از فضلای قم هستند. ما و آقای موسوی یک ارتباط عاطفی وجود داره علیرغم اختلاف فکری، ارتباط عاطفی و یک وحدت سلیقه در بعضی از مسائل خاص. من از این فرصت استفاده کردم. همون روز شنبه عصر که ایشون ظهرش اطلاعی داده بود، فرستادم یه نفر پیش ایشون. روزش عصر شد. گفتم حالا یه تنبهی بهشون میدید. ایشون خب فوراً عقب میاد. رفت ایشون برگشت، حرفایی که زد من رو خیلی متعجب کرد. خیلی متعجب. آقای خامنه ای از پیغام و پسقام ها با میرحسین موسوی نامزد معترض میگوید. ما امروز جلسه داشتیم با فرانکز و همه اونجا اتفاق نظر داشتن که باید انتخابات اتفاق بشه. من واقعا متحیر شدم. از اون 4 نفری که در اون جلسه بودن، 2 نفرشون که آقای خاتمی و آقای هاشمی هستن منکر شدن. 2 نفر دیگه باقی موندن که یکیش خود آقای موسوی. هفته گذشته هم رسانه‌های نزدیک به سپاه و محافظه‌کاران متن جلسه نمایندگان نامزدهای انتخابات با رهبر ایران را منتشر کردند. جلسه‌ای که 5 روز پس از انتخابات برگزار شده بود. ماجرای انتخابات 88 حداقل برای بخشی از افکار عمومی به خصوص معترضان جنبش سبز هنوز زنده است و ابهام‌ها باقی. تحولات آن روزها آنقدر عمیق و گسترده بود که نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی شد. معترضانی در خیابان کشته شدند. دادگاه‌های دست جمعی برگزار شد. شماری از فعالان سیاسی و مردم عادی به دلیل شرکت در راهپیمایی 25 خرداد به زندان محکوم شدند. شماری مجبور شدند کشورشان را ترک کنند. زندگیشان به هم ریخت.
یا شغلشان را از دست دادند و حکومت در این سالها آنها را فتنه‌گر و فتنه‌جو نامید. ائتلاف همه قدرت‌های شیطان علیهشان راهپیمایی برگزار کرد. همزمان با 9 دی حالا دفتر رهبری ایران کتابی منتشر کرده با عنوان فتنه تقلب در 460 صفحه، کتابی که حاوی حرفای منتشر نشده آیت الله خامنه ای و چند مصاحبه از جمله با یکی از مسئولان وقت ستاد انتخابات میر حسین موسوی و چند یادداشت و تحلیل است. به نظر می رسد که حکومت پس از این سالها می خواهد روایت خودش را از آنچه گذشته ثبت کند و جا بیندازد. اما ماجرای آن روزها طرفهای دیگر هم داشته. میر حسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض حدود 8 سال است که در حصر خانگی هستند و نمیتوان انتظار واکنش مستقیمی از آنها داشت. در ایران روایت دیگر میتواند محمود احمدی نژاد پیروز انتخابات 88 و نزدیکان او باشد. کسانی که امروز مغضوب نظامند یا در آن روز تاریخی در اتاق تجمیع آرا بودند. روایتی که دیر یا زود میتواند نوری بر جعبه سیاه انتخابات 88 بتاباند. هرش که نمیدونم کدوم وری بره. و پاسخی برای پرسش‌های بیشمار باشد. واقعا منابع از مردم هم که مسعود آذر بی بی سی. محمد تقی کروبی فعال سیاسی اینجا در استودیو همراه منه که فرزند آقای کروبی هستند، از معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 در ایران و همینطور از پاریس اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میر حسین موسوی همراه ما هستن. آقای امیر ارجمند، از شما میخوام شروع بکنم که تهیه کنندگان این کتاب فتنه تقلب از این حرف میزنن که برای اولین بار روایت کاملی از آنچه که در جلسات بعد از انتخابات در ایران گذشت ارائه میدن. شما آگاهی داشتین نسبت به این جلسات؟ تا اونجایی که متن‌های دست و گریخته از کتاب منتشر شده، به ویژه چند جلسه به طور کامل منتشر شده، فکر میکنید که چقدر تطابق داره با اون چیزی که شما میدونید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب دفعه اول نیستش که بخشی از اون جلسه منتشر شده و طبق معمول هم این انتشار مطابق با ذوق و سلیقه خود آقایون بوده، به ویژه اون بخشی که مربوط به پس از جمع شدن دوربین ها بوده. و به هر حال اصل ماجرا عبارت از این بوده که روز قبلش از دفتر آقای خامنه‌ای تماس میگیرن با 5 نفر از مشاوران آقای مهندس موسوی که شما جلسه خصوصی با آقای خامنه‌ای دارید، یعنی قرار بوده که جلسه خصوصی فقط بین اونها و آقای خامنه‌ای برگزار بشه. وقتی به نفر ششم آقای آخوندی بعدن اضافه میشه و خودشون هم تماس گرفتن با آقای آخوندی، وقتی جلسه برگزار میشه یک چیز کاملا متفاوتی رخ میده. یعنی میبینن که نامزدهای دیگر نمایندگان یا نزدیکان دیگر نمایندگان نامزدهای انتخابات همونجا حضور دارن و اون تقسیم موضوعی که بین دوستان انجام شده بوده کلا فراموشی سپرده میشه و یکی از دوستان فرصت میکنه در یک مقطع بسیار کوتاهی صحبتهایی رو بکنه. قبل از پایان صحبت شما آقای خامنه‌ای تذکر میدن که وقت شما تمام شده و ایشون قبل از 5 دقیقه صحبت خودش رو تمام میکنه و بعد از این که دوربین ها جمع میشه بحث های اساسی تر صورت میگیره که بعضی از اونها کاملا به نظر نمیرسه که مطابق با اونچه که در جلسه بوده اتفاق افتاده باشه. از جمله تا اونجایی که من دیدم صحبت های آقای زنگنه است که ایشون خوب صحبت های خیلی جدی میکنن و اگر تو متن هم نگاه بکنین گفته میشه آقای خامنه‌ای بهشون میگن شما احساساتی شدین، ولی از اون چیزی که در این روایت اومده هیچ احساسی وجود نداره، معلومه چیزای دیگه گفته شده. از جمله ایشون مثال میزنه در رابطه با بحث زمین فوتبال و این هستش که خلاصه این جریان مثل این بود که دو تیم با هم یه بازی بکنن و خلاصه همه چیز رو داور به نفع یک طرفی پایان بده، چیزی در این حدود بوده و خلاصه این مطلب کاملا منتشر نشده. اگر که لازم بود خوب بود، خوبه که الان دفتر آقای خامنه این بخش از نوار رو هم منتشر کردن، خوب بود که چهره افراد همه نشون داده میشد و خوب بود که خلاصه متن اون صحبت
صحبت ها قطعا و یقینا در دفتر آقای خامنه‌ای وجود داره و اصل اونها رو منتشر میکردن تا مردم کل جریان قبل از جمع کردن دوربین و بعد از جمع کردن دوربین رو از زبان خود افراد میشنیدن. آقای کروبی، یک ویدئوی کوتاه هم اخیرا منتشر شد که ما هم پخشش کردیم، در گزارش سعید هم دیدیم، صحبت هایی هست تا حالا منتشر نشده بود از آقای خامنه ای. اونجا رهبر ایران میگه که دو نفر از یک جلسه تشکیل شده، از میرحسین موسوی نقل میکنه که آقای موسوی و سه نفر دیگه بر ابطال انتخابات تاکید داشتن. در اون جلسه دو نفر از حاضران در جلسه بعدا منکر میشن که خواهان ابطال بودن. شما چه اطلاعی دارین راجع به این جلسه؟ با عرض سلام و عرض ادب خدمت بینندگان محترم، من ابتدا اجازه بدین اظهار خوشحالی بکنم از اینکه نزدیک به بعد از 10 سال حاکمیت تصمیم گرفته بخشی از مسائل مربوط به وقایع 88 رو منتشر بکنه. مشکل ما تا الان این بوده که آقایون حرف نمی‌زدن، بیشتر توهین می‌کردن، بیشتر ادعاهایی رو کلی مطرح می‌کردن بدون اینکه با سند و مدرک و یا ادله صحبت کنن. بخشی از صحبت‌های خود شخص رهبری و یا آقای محسنی اژه‌ای و یا دیگران که این روزها حرف زدن کمک بسیاری می‌کنه که ابعاد مسئله 88 به اعتقاد من روشن بشه و از این بابت ما باید خوشحال بشیم. در ارتباط با اون جلسه‌ای که رهبری اشاره می‌کنن، نظر ایشون به جلسه 4 نفره‌ایه که آقای هاشمی، آقای خاتمی و به همراه آقای مهندس موسوی و سید حسن خمینی تشکیل شده. آقای هاشمی بارها با استناد به اخبار و مسائلی که از درون خود جریان حاکم از جمله اصولگرایان مانند آقای پور محمدی بهشون رسیده بودن رو بحث تقلب حرف داشتن و حرف زدن. آقای هاشمی تا آخرم روجه به این حرفشون مونده بودن. پس طبیعیه که اینکه آقای هاشمی منکر این ماجرا باشن نمیتونه درست باشه، چون آقای هاشمی در موارد متعدد راجع به این ماجرا مسئله انتخابات گفته بودن. حتی آقای هاشمی پیش از انتخابات هم در نامه رسمی به آقای خامنه‌ای از وقوع یک تقلب خبر میده، نامه به چیز. بنابراین نمیشه. اما در رابطه با اجازه بدین دیگه، من فکر میکنم هر دو این عزیزان زنده هستن و سلامت هستن، خودشون در این ارتباط اعلام موضع بکنن. ماجرای انتخابات 88 و تقلب چیزی پوشیدنی نیست. ببینید، ما در ایران سالها انتخابات داشتیم، همین انتخابات قبلی که آقای روحانی بود باز تجربه است. هیچ انتخاباتی در ایران تا حالا صورت نگرفته که پیش از 12 شب شما نتیجه انتخابات رو اعلام بکنید و بدونید. انتخابات 88 علی رغم مشارکت بالای مردم در صحنه انتخابات، به دلیل همراهی شورای نگهبان و وزارت کشور و دولت و یک دستی و اراده شخص حاکمیت، تو این نکته مقفول مونده، اراده شخص حاکمیت، انتخابات در عمل اصلا شمارش نشد. یه واقعیتی است. لذا پیش از ساعت 12 شب انتخابات رو تموم شده میدونن و حتی در پیامی که به پدر من و آقای موسوی داده شد از سوی کسانی که با حاکمیت نزدیک بودن، که حالا بعدها شاید در مسائل این طرف هم منتشر بشه، گفتن تمام شده، بدونید برید خونه، تمام شد، در حالی که هنوز صندوق‌ها شمارش نشده. بنابراین اینجا اتفاقا حاکمیت باید پاسخ بده که چگونه در انتخاباتی که بیش از 40 میلیون نفر شرکت داشتن، کمتر از 1 یا 2 ساعت پس از پایان شمارش رأی، نتیجه انتخابات برای بخشی از حاکمیت مشخص شد. آقای کروبی با ما باشید. آقای امیر ارجمند، آقای کروبی داشتن به ادله‌ای که به هر حال از طرف مخالفان و معترضان ارائه شد در اون جلسه ها حرف می‌زدن. اتفاقا در یکی از چیزهایی که خیلی تاکید شده در این صحبت‌ها روش اینه که هیچ ادله‌ای رو مخالفان ندادن. در خود متن‌هایی که در همین کتاب منتشر شده از این میاد که این ادله‌ها گفته شده، مثلا کارشکنی‌هایی که قبل از انتخابات انجام شده بود یا در طول انتخابات و یا بعد از اون. در لابلای صحبت‌ها بخشی از این ادله‌ها رو می‌شنویم. چه اتفاقی افتاده؟ آیا اینها ادله کافی نبودن؟ آقای خامنه‌ای دوباره چه نوع ادله‌ای بود؟ ببینید، خب ادله برای اینکه ارزیابی کنیم کافی هست یا نه، باید به صورت بی‌طرفانه مورد ارزیابی قرار بگیره. این اتفاقش وقت رخ نداد، یعنی ما تعداد بسیار زیادی رو شکایت رو انجام داده بودیم، نکات تخلف انتخاباتی رو قبل از انتخابات، در روز انتخابات مورد به اصطلاح
توجه قرار داده بودیم، ارسال کرده بودیم برای شورای نگهبان. بیش از 50 مورد رو رئیس ستاد انتخابات انجام داده بود و حدود یک شاید که به اصطلاح دست کاغذ 100 برگی رو خود من ارسال کرده بودم برای شورای نگهبان با امضای من بود و بعدن ما به اتفاق رئیس ستاد آقای موسوی این ادله رو بردیم برای شورای نگهبان که به هر حال اینکه ثبتش نکردن غیر داستان خیلی زیادی داره، ولی ادله ارائه شده بود و ادله دیگر رو باید با کمک دستگاه نظارتی نسبت بهش قضاوت میشد که هرگز شورای نگهبان این کار انجام نداد. ببینید مسئله اصلی در این موارد این هستش که دستگاه ناظر بی‌طرف باشه. بی‌طرفی کلیه دستگاه‌های نظارتی و اونا که باید بی‌طرف می‌بودن مورد سوال قرار گرفته بود و مشکل اساسی این بود که رهبر جمهوری اسلامی نمی‌خواست این مسئله رو قبول بکنه و خب در حرف آخر هم بود که اینها در واقع مرجع آخر هستن و باید به نظر اونها ارجاع بشه. اما خب وقت سوابق بعدی این افراد نشون داد که اینا هیچ کدومشون قابل اعتماد نبودن. اعضای شورای نگهبان تخلفات فراوانی را انجام داده بودن و سایر کسای دیگری که آقای خامنه‌ای مورد استناد قرار میداد و اونها رو میگفتش که اصلا امکان نداره که اینا عدول بکنن از قانون. خب یک مسئله اساسی این بود و شما اگر در همون صحبتهایی که بعد از به اصطلاح جمع شدن دوربین ها هم صورت بگیره توجه بشه بهش، آقای خامنه‌ای میگوید که من از 15% اختیاراتم تا حالا بیشتر استفاده نکردم و از باقایش هم میتونستم استفاده بکنم. این لحن یعنی تهدیدآمیز، یعنی که من هر کاری که بخوام میتونم انجام بدم. و نکته اساسی این هستش که ایشون میگه آقا من اگر همه هم بگوین انتخابات ابطال میشه من قبول نمیکنم. بله. به چه مجوزی شما قبول نمی کنید؟ خب اگر که قانون هست باید که قانون رعایت بشه و یه هیئتی رو صحبت شد که تشکیل بشه به اصطلاح برای حل اختلاف. بله. در اون چه کسایی رو پیشنهاد دادن؟ در اونها افرادی پیشنهاد مثل آقای حداد عادل، مثل آقای ولایتی، همین افرادی که به صورت رسمی با آقای احمدی نژاد رأی داده بودن، طرفداریشون کرده بودن و اصولا تابع محض آقای خامنه‌ای بودن. پس بنابراین این که بازی هست، این که هیئت حل اختلاف نمی و تمام کارهای دیگه که انجام دادن به همین ترتیب بود. یه مورد اجازه بدین خدمتتون عرض کنم. کوتاه اگه بفرمایید. بر طبق انتشار بر طبق اظهارات خود ستاد انتخاباتی تا ساعت 5 بعد از ظهر 17 میلیون در انتخابات شرکت کرده بودن. خیلی خوب. حالا بعد ساعت 8 یعنی بعد از 3 ساعت میگن 40 میلیون. خب این که اصلا امکان پذیر نیست. توجه می‌فرمایید. مورد دوم، ساعت 6 بعد از ظهر روز انتخابات بنده به اتفاق آقای بهزادیان نژاد و آقای ربیعی و آقای علیزاده رفتیم ستاد انتخاباتی و در جلسه‌ای که یک طرف میز آقای بهزادیان نژاد و آقای دانشجو و معاونشون بودن و بنده، معاون ایشون یا اون مسئول دیگه که الان اسمشون یادم نیست اعلام کردن که ما 12 میلیون تعرفه به دستور آقای جنتی منتشر کردیم. من گفتم 12 میلیون؟ خب اگر که من سر دیدم 2 میلیون و 3 میلیون اینا بود، اشتباه لفظی بود، حتما اسلام میکردن. آقا 12 میلیون رای برای چی منتشر کردین؟ بله. آقای امیر ارجمند ببینید با ما آقای کروبی در بخشی از همین کتاب فتنه تقلب، آقای محسنی اژه‌ای که اون وقت وزیر اطلاعات بوده در زمان انتخابات از این صحبت میکنه که کسانی که ستاد آقای موسوی و کروبی پدر شما از دولت‌های خارجی پول گرفتن، شما این کارو کردید؟ ببینید اتفاقا یک نکات خوبی که آقای اژه‌ای پرداخته همینه. ایشون میگه که من در یکی از دیدارهام با آقای کروبی گفتم که اون شیخی که سفیر بوده پیش از فعال شما بگین که دولت‌های منطقه ممکنه بخوان کمک بکنن، حتی از ایرانیانه برای کمپین انتخاباتی شما از ایرانیان مقیم کشور حوزه خلیج یا مثلا منطقه هم استفاده نکن. خب ابتدا اولا اینجا بهش بپردازیم. ببینید همین حرف آقای اژه‌ای که در اون زمان مطرح میکنن بعدن مبنایی میشه که آقای جنتی میاد میره تو نماز جمعه میگه اینا از فتنگرا که حالا مجموع همه رو میگه 1 میلیارد گرفتن، تا 50 میلیارد هم سعودی تضمین کرده بود اگه حکومت رو منقرض کنن بهشون بده. از آقای مصلحی وزیر بعدی بعد از عزل آقای محسنی اژه‌ای سوال میشه که این حرفای جنتی درسته؟ میگه بله درسته، رقمم خیلی بالاتر از این حرفا بوده، بریم بالاتر.
ببینید یه حرف بی مبنا که زده میشه، همین مبنا میشه برای رفتارهای بعدی. خب همه میدونن عیاب انتخابات رو. آقای کروبی سریع و شفاف نامه نوشتن از آقای جنتی، خواست این رو ثابت کن. آقای موسوی و همراه پدر منم مجدد یه نامه دیگه نوشتن به علما که آبروی دین و روحانیت و همه رو اینا به خاطر دو روز دنیا دارن میبرن. این شیخی که آقای اژه‌ای بهش اشاره میکنه آقای نوری شاهرودی است، سفیر سابق ایران در لیبی و در عربستان که اون زمان در ستاد پدرم فعال بود و از دوستان پدرم، رئیس دفتر آقای هاشمی در خبرگان بود و الان هم سفیر ایران در عمان. خب اگر این مسئله که به اعتقاد آقایون جدی بود و مشکل داشت و بعضی از کمک‌ها و غیره فرض بکنید وجودی داشت، این آدم که نباید مجدد تایید صلاحیت میشه. نکته اینجاست که اینها برای یک تئوری که از قبل حاکمیت بهش رسیده بود، جمهوری اسلامی رو به حکومت اسلامی تبدیل کنند، جمهوریت رو پایان بدن و این حاکمیت باشه که نقش تعیین کننده ای به نام مردم داشته باشه، کل مجموعه رو آوردن تو صحنه. هر تهمتی رو روا داشتن و هر فعلی رو روا دونستن. مشکل داستان واقعیتش به اینجا برمیگرده. خیلی کوتاه چون واقعا فرصت باقی نمونده، یک بخش مهم در اون زمان بحث معترضانی بود که میگفتن به اونها آزار جنسی رسونده شده از طرف حاکمیت. پدر شما کسی بود که این رو برملا کرد. 9 سال از اون اتفاقات گذشته. در همین کتاب همه این ادعاها رد میشه. شما این ادعاها رو چطور میبینید؟ دقیقاً نکته همینجاست. در هر جای دنیا فرصتی برای قربانیان به وجود میارن که قربانیان بتونن در یک فضای امن علیه کسانی که مرتکب چنین رفتاری شدن اعتراض بکنن. حاکمیت سالها نمیپذیرفت، اما بعدها از لسان آقای حمیدانی شنیدید، سردار حمیدانی، که ما اراذل اوباش رو دستبندی کردیم، اینا رو وارد گردانهایی کردیم، با مردم برخورد کردیم. ماجرا این شد وقتی پدر من به این ماجرا پرداخت، این علنی منتشر شد، قربانیان شهامت اینو پیدا کردن که بیان جلو مطرح کنن. هیئت 3 نفره که آقای اژه‌ای هم یکی از اعضاش بود وقتی که وارد این گفتگو شد، ابتدا اراده خوبی داشت واقعیت با این ماجرا برخورد کنه. اما خیلی سریع و شفاف عرض بکنم، اینکه بر اساس گفته پدر من، ایشون میگن که وقتی که دیدن قربانیان روزانه در حال افزایشن و گزارش‌ها داره میاد اینجا و گزارش بسیار سفت و محکمی است، اولا اون هیئت رفت به هم زد، آقای مرتضوی رو انداختن دفتر پدر ما، حزب اعتماد ملی و روزنامه اعتمادی رو تعطیل کردن و مبنای این رسیدگی و بستان هم بستن. یه داستان چیزی هم خودشون درست کردن، همون داستان رو گفتن مبنایی که برای اینی که این ماجرا رو نادیده بگیرن. ما اگر میپذیرستیم انسان زمینی تخلف زمینی میکنه و این در هر جای دنیا امکان داشت، در جمهوری اسلامی امکان داشت، میتونستیم با این پدیده شوم و این پلشتی ها مبارزه کنیم. اما از بعد حادثه حاکمیت چتر مقدس خودش رو به تمام سر افراد، از جمله به همون اراذل اوباشی که به تعبیر آقای اون سردار استخدام کرده بودن برای سرکوب کشید و حاضر نشد رفتارهای ناسواب و بسیار مشمئزمانده اونها رو مورد تحقیق و بررسی قرار داد. سپاسگزارم محمد تقی کروبی، فعال سیاسی اینجا همراه ما، فرزند آقای کروبی، و همینطور از پاریس اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی. آیت الله خامنه ای رهبر ایران صادق لاریجانی را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. آقای لاریجانی که در حال حاضر رئیس قوه قضاییه است، جانشین محمود هاشمی شاهرودی می شود که هفته پیش درگذشت. رهبر ایران همچنین آقای لاریجانی را به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو در کانادا با ماست. آقای نامور حقیقی، شما این انتصاب رو چطور دیدید؟ این انتصاب چند تا جنبه داره که باید بهش توجه کرد. در حکم آیت الله خامنه ای نقش مهمی رو به مجمع تشخیص داده شده که در قبل نبوده، که مسئله اداره نظام هست، که به نظر میرسه که در مورد پروژه جانشینی تدبیرهایی نهاد قدرت اندیشیده که اینها داره با نقش آقای لاریجانی در وضعیت جدید با هم ترکیب میشه. در اون ترکیبی که به نظر میرسه برای آینده جانشینی در نظر گرفته شده، بازگشت و اعاده طرح شورایی رهبری به نظر میرسه مد نظر هست، که از این طریق مجمع میتونه در اون مورد فعال باشه و همچنین ممکنه حذف نقش ریاست جمهوری مد نظر گرفته بشه که قبلا هم مطرح بوده. بنابراین
مجمع تشخیص مصلحت نقش مهمی رو ایفا میکنه. حالا در کسانی که در مجمع بودن، هیچ کس به اندازه آقای لاریجانی رنکینگ و مرتبه حوزویش بالاتر نبود، بنابراین با توجه به اینکه خیلی ها معتقد بودن دیگه از دور کاندیداهای در مزان رهبری حذف شده، با این انتصاب این اعاده میشه اون موقعیت رو. ولی به نظر من این اعاده در مربوط به اینه که وضعیتی که شورای رهبری ایجاد بشه، قطعا یکیش آقای صادق لاریجانی هم عضوش خواهد. نکته بعدی هم که باید به توجه کرد، آیت الله خامنه‌ای با این حکم پاسخی داد به مخالفین آقای لاریجانی در بروک قدرت، به خصوص جریان احمدی نژاد. ایشون رو خدمات خالصانه و مخلصانه مطرح کرد. و نکته سومم این هست که موقعیت آقای روحانی در مجموع به نظر میرسه در نظام تضعیف شده با این حکم، و خب باید ببینیم حالا جانشینشون در قوه قضاییه چه خواهد بود که با توجه به حکم به زودی اون جانشین کارهاش رو در دست خواهد گرفت و مراحل انتقالش انجام خواهد گرفت. خب این سوال پیش میاد که آقای لاریجانی که سابقه خوبی در دستگاه قضایی نداره، این دستگاه قضایی رو که میبینیم، چطور آیا او الان به ریاست این مجمع منصوب میشه با توجه به سابقه دستگاه قضایی؟ ببینید، او برمیگرده به اشکالاتی که در ساختار سیاسی و مدیریت نهاد قدرت هست. در طول 30 سالی که از رهبری آیت الله خامنه‌ای و ایران گذشته، نیروهای کارآمد و برجسته در حوزه سیاست، ما نمی‌دیم نیروهای پرورش یافته‌ای که محصول این دوران باشن، ما ندیدیم که رشد پیدا کنن و بیان تو صحنه. بنابراین شما از در مجموع همون نیروهایی که وجود دارن باید بررسی کنیم. در میان نیروهایی که در مجمع تشخیص وجود داشتن، رنکینگ حوزوی آقای صادق لاریجانی از اونها بالاتر بود. برای اون پروژه‌ای که آقای خامنه‌ای مد نظرش هست و در این حکم هم اومده که این حکم متفاوته با حکمای قبلی که در سال قبل منتشر شده، که مسئله اداره نظام و تغییر در مجمع تشخیص، یعنی مجمع الان قطعا نقش بسیار پررنگ تری خواهد گرفت. تو اینهایی که بودن، هیچ کدوم نه ظرفیت داشتن نه رنکینگ حوزوی آقای لاریجانی داشتن که این کار رو انجام بده. بقیه هم همین مشکل رو داشتن. آقای رئیسی مثلا همین مشکل رو داشت، آقای اجایی هم همین مشکل رو داشت. بنابراین تو این افرادی که بودن، آقای لاریجانی از نظر آیت الله خامنه‌ای مناسب‌ترین فرد برای این کار. تو این سناریویی که شما دارید می‌بینید، آیا آقای لاریجانی همچنان رئیس قوه قضاییه باقی خواهد ماند؟ ما گزارش‌هایی داشتیم همین هفته‌های گذشته که او با این تغییر و تحول جاش رو به کس دیگری خواهد داد، به آقای رئیسی شاید. آره، اونجا پایان حکم نوشته که در حقیقت شما بایستی قوه قضاییه رو کم کم واگذار کنید، چون در حکم مسئولیت‌های سنگینی به عهده آقای لاریجانی گذاشته شده، شورای نگهبان هم هست. بنابراین آقای لاریجانی روند انتقال قوه قضاییه‌اش رو شروع خواهد کرد. حالا به زودی اون فرد جانشین هم معرفی خواهد شد. بنابراین آقای لاریجانی در یک تصویر بزرگتر، پروژه جانشینی، پروژه برافراشته کردن نقش مجمع در اداره نظام، برجسته شدنش، و پروژه یک تغییری در ساختار قدرت رو به نظر من مسئولیت حقوقی و اجراییش رو به عهده گرفته. حالا باید ببینیم چقدر این پروژه میتونه در میان بلوک قدرت اجماع ایجاد کنه، در جامعه واکنش جوریه. ولی این کلید این پروژه جدید به وسیله آیت الله خامنه‌ای با این حکم زده شده. بسیار خوب. آقای نامور حقیقی در تورنتو، خیلی ممنون از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از تورنتو با ما بود. رئیس مرکز ایدز ایران میگوید که از 2 سال پیش روابط جنسی به اصلی ترین راه انتقال ویروس HIV در ایران تبدیل شده. پیشتر اعتیاد و استفاده از سرنگ‌های آلوده مهمترین عامل گسترش ایدز در کشور بود. مینو مهرز تأکید کرده که در میان زنان موارد ابتلا به ایدز از طریق روابط جنسی 10 برابر شده. قبلا 97% از مبتلایان به ایدز در ایران مرد بودند. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر. این آزمایش ساده برای تشخیص بیماری است که با شنیدن نامش رنگ از رخسار افراد می‌پرد. ایدز، بیماری که کشورهای توسعه یافته تا حدود زیادی آن را کنترل کردند، ولی در ایران هنوز نگران کننده است. علت اصلی هم پنهان بودن مبتلایان است.
مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران میگوید تخمین زده میشود که 66 هزار نفر در ایران ناقل HIV باشند. ولی فقط 34 هزار نفر از مبتلایان به ایدز ثبت شدند. 16 تا 17 هزار نفر از این 34 هزار مبتلا به ایدز هم تحت درمان هستند. نکته ای که رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران بر آن تاکید کرده است این است که انتقال HIV که تا چندی پیش بیشتر از طریق سرنگ آلوده اتفاق می افتاد حالا بیشتر از طریق روابط جنسی صورت می گیرد. آمار نشان می دهد تعداد زنان مبتلا به ایدز از طریق روابط جنسی در 2 سال گذشته 10 برابر شده است. در این سالها چه اتفاقی در ایران افتاده که روابط جنسی را به عامل اصلی انتقال ویروس HIV تبدیل کرده؟ بخشی از پاسخ میتواند افزایش روابط جنسی خارج از ازدواج و رفتارهای پرخطر جنسی باشد که آمار مشخصی از آن وجود ندارد. اما یک چیز مشخص است. گران و کم شدن این وسیله ساده در ایران. کاندوم. همانطوری که این ماهیگیران بندر موباسا در کنیا از کاندوم برای حفاظت تلفن‌های همراهشان در مقابل خیس شدن در دریا استفاده می‌کنند، کاندوم می‌تواند به راحتی از انتقال ویروس HIV و سایر بیماری‌های آمیزشی جلوگیری کند. پیشتر کاندوم از طریق مراکز و خانه‌های بهداشت حتی در مواردی مجانی توزیع می‌شد. ولی از وقتی سرکله این پوسترها پیدا شد، کاندوم هم از چشم مسئولان ایرانی افتاد. رهبر ایران تاکید می‌کند که مخالف کنترل جمعیت است. من معتقد به کثرت جمعیتم. کاندوم هم یکی از متهمان کنترل جمعیت. کارشناسان اما می‌گویند بهترین راه جلوگیری از ابتلا به ایدز از راه روابط جنسی کاندوم است. مطمئن باشین که خودشو پاره نمی‌کنین. وسیله‌ای که حرف زدن از آن هنوز برای بعضی تابوست. این هم یک ویدیوی آموزشی استفاده از کاندوم. وسیله‌ای که ممکن است جانتان را نجات دهد. شهریار سیامی، BBC. آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی بهداشت و حقوق انسانی از نیوجرسی آمریکا همراه ماست. آقای علایی، اولین بار نیست که این بحث مطرح میشه. چند سالی هست که از این موج حرف زده میشه که موج ابتلا به ایدز ایران تغییر کرده. فکر میکنم با خود شما هم یک بار در این مورد حرف زدیم. اما آماری که خانم مهرز میده در مورد تعداد زنانی که از طریق آموزش جنسی مبتلا میشن بسیار تکان دهنده است. بله همینطوره و این ببینید اگر ما نگاه کنیم به واقعیت ها و صحبت هایی که کارشناسان حدود 15 ساله دارن میکنن اینه که نباید فقط به نگاه قله کوه یخ کرد. این مثل یک کوه یخیه که اکثر تنه این کوه در زیر آبه و حالا داره یواش یواش این تنه کوه یخ میاد خودش رو نمایان میکنه. وقتی که در آمار ما میبینیم که فقط 30-40% افراد مبتلا به ایدز خودشون میدونن که بیمار شدن یا به سرویس های بهداشتی درمانی مراجعه کردن، یعنی اینکه حدود 60% افراد نمیدونن و در بین اونها به خاطر اینکه زنان بیشتر آسیب پذیرن، انگ اجتماعی بیماری ایدز در بین زنان بیشتره، پس افرادی که مبتلا هستن و خودشون نمیدونن بیشتر جامعه زنان را تشکیل میدن و این زنگ خطری است که اگر ما به گروه آسیب پذیر مثل زنان و یا گروه های در معرض خطر مثل کسانی که رابطه جنسی متعدد یا با شریک های جنسی متعدد دارن به طور خاص نگاه نکنیم و برنامه ریزی نداشته باشیم، این آمار به صورت تصاعدی رو به بالا خواهد. یکی از راه‌هایی که شاید بشه گفت برای این هدفی که شما میگید نذاریم این آمار تصاعدی بالا بره اینه که آگاهی رسانی بشه. در شرایط کنونی چطور می‌بینید چه این آگاهی رسانی میشه با توجه به اینکه حکومت حتی آموزش‌های ابتدایی راجع به پیشگیری و آموزش‌های جنسی رو باهاش مشکل داره؟ ببینید سال‌ها پیش، یعنی حدود 16 سال پیش، گروهی از متخصصین با حمایت سازمان ملل و آموزش و پرورش آن زمان دور هم جمع شدند و برنامه‌ای به عنوان محتواهای پیشگیری از ایدز در بین مدارس درست شد و ما هم افتخار داشتیم جزو اون گروه بودیم. مهمترین موضوع اینه که مراکز تحقیقاتی و مراکزی که متولی کنترل ایدز هستند بیان و برنامه‌های آموزشی متناسب با شهرهای مختلف و فرهنگ‌های مختلف درست کنند و از طرف دیگه صدا و سیما، رادیو تلویزیون، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش
بدون اینکه نگاه منفی کنه این برنامه‌ها و مطالعاتی که انجام می‌شه بیاره و به صورت آموزش در دسترس مردم قرار بده. ببینید من می‌خوام قیاس کنم کشوری مثل تاجیکستان با ایران که ما همزبانیم، از لحاظ فرهنگی بسیار نزدیک به هم، ولی از لحاظ اقتصادی تاجیکستان بسیار بسیار کم درآمدتر از کشوری مثل ایرانه و نیروی انسانی متخصصش هم کمتره. ولی شما نگاه میکنید در طی سال گذشته رئیس جمهور تاجیکستان به تناسب اقتضای عمومی که شده هر 3 ماه یا 4 ماه در مکانهای عمومی در پشت تریبون اهمیت بیماری ایدز رو پرداخته، بیلبوردهایی که در شهر نصب شده و برنامه‌های آموزشی که برای قشر جوان و قشر آسیب‌پذیر شده بی‌نهایت چشمگیره، در صورتی که در کشور ما سال به سال این برنامه‌ها کمتر داره میشه و اصلا بحث راجع به ارتباط جنسی به عنوان یک تابو بهش نگاه کرده میشه. در داخل ایران این روزها خیلی از این صحبت میشه که چرا اصلا جز مجموعه تست هایی که قبل از ازدواج گرفته میشه آزمایش ایدز رو نمیگذارن و اجباری نمیکنن. شما نظرتون در این مورد چیه؟ آیا فکر میکنید تاثیر بگذاره؟ تست اجباری ملاکی نیست. تست اجباری قبل از ازدواج بهترین ما تجربه ای که در ایران بود تست اعتیاد قبل از ازدواج بود. خب چه شد؟ افرادی که رفتن ازدواج کردن بعد از ازدواج معتاد شدن و ما میبینیم که آمار طلاق به خاطر اعتیاد بعد از ازدواج بیشتره. پس مهم اینه که ما کجا این تست ها رو باید به جا استفاده کنیم. تست HIV در بین زنان حامله بسیار مفیده. چرا؟ چون میتوانیم به موقع تشخیص بدیم مادری که مبتلا هست و پیشگیری کنیم از انتقال به کودک اون. ولی تست HIV قبل از ازدواج، حالا اگر یک نفر مثبت باشه چی پیش میاد؟ ما که نمیخوایم که به زور مردم را وادار به ازدواج یا اینکه جلوگیری کنیم از ازدواج اونها. به خاطر اینه که توصیه نمیشه قبل از ازدواج تست HIV انجام بشه. ولی مهم اینه که قبل از ازدواج آموزش راه جنسی داده بشه، استفاده از کاندوم گفته بشه، چگونه ما میتوانیم یک رابطه جنسی سالم بین زن و مرد، دختر و پسر برقرار کنیم. بله. نه اینکه اون را انکار کنیم و بریم به صورت اجباری یک تستی را انجام بدیم که نتیجهش به هیچ ما ثمر بخش نخواهد بود. سپاسگزارم آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی بهداشت و حقوق انسانی. پلیس بریتانیا امروز 6 ایرانی دیگر را که با قایق از کانال مانش گذشته بودند در سواحل جنوب شرقی انگلستان بازداشت کرده است. در هفته‌های اخیر بیش از 200 پناهجو که اکثرشان ایرانی هستند با قایق‌های بادی کوچک خودشان را به سواحل بریتانیا رساندند. وزیر کشور بریتانیا ساجد جاوید هم تعطیلات سال نو خودش را نیمه کاره رها کرده و برای مدیریت بحران مهاجران به سر کار برگشته. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. ایرانی ها این روزها وقتی به آینده بهتری فکر می کنند بیش از پیش چشم به بریتانیا دوختند. طبق آمار وزارت کشور بریتانیا بیشترین پناهجویان در 2 سال گذشته ایرانی بودند. دولت بریتانیا معتقد است که در ایران حقوق بشر نقض می شود. از این رو بر اساس قانون رد کردن درخواست پناهندگی ایرانیان آسان نیست. خیلی از پناهجویان ایرانی فکر می‌کنند کافیست خود را به آب‌های این جزیره برسانند و امیدوار باشند گشت دریایی آنها را در دل شب ببیند و قبل از اینکه طعمه امواج سهمگین و سرد دریا شوند نجاتشان دهد. لازمه این کار جرأت دل به دریا زدن است به معنی واقعی کلمه و از مرگ نهراسیدن. در 2 ماه گذشته ناگهان تعداد کسانی که دل به دریا میزنند بیشتر شده و تا امروز به حداقل 220 مورد رسیده. اکثرا هم ایرانی. آنچه دولت بریتانیا نمیخواهد اتفاق بیفتد تکرار این گونه صحنه ها از غرق شدن دست جمعی پناهجویان است، یا در آبهای مدیترانه مثل همین اواخر یا در آبهای اطراف استرالیا. ما احتیاج به ظرفیت بیشتری برای گشت‌های دریاییمون داریم تا نه فقط بتونیم پناهجویان گرفتار رو در دریا تشخیص بدیم بلکه بتونیم نجاتشون بدیم. اما خیلی از سیاستگزاران بریتانیا نگرانند وجود کشتی‌های گشتی زیاد باعث می‌شود پناهجویان انگیزه بیشتری پیدا کنند، چرا که به گفته آنها خیالشان راحت است که نجات پیدا می‌کنند.
پیدا کردن راهی مابین انگیزه ندادن به پناهجویان و جلوگیری از یک فاجعه در دریا دشوار است. بهترین کار برای مقامات بریتانیا همکاری با فرانسه است تا مشکل را از مبدأ حل کنند. کاری که ما باید بکنیم اینه که مانع بشیم که مردم در وهله اول عزم چنین سفر خطرناکی بشن. گشت دریایی بیشتر بخشی از راه حله، اما همکاری با فرانسه برای متلاشی کردن باندهای قاچاقچی راه حل اصلیه. طبق روایت فعالان این حوزه، برخلاف اکثر پناهجویان، بیشتر ایرانیان پناهنده پناهجوی اقتصادی نیستند، زیرا هم سر و وضع بهتری دارند، هم پول بیشتری برای پرداخت به قاچاقچی ها. چه چیزی ایرانیان نسبتاً مرفه را به جلای وطن و آوارگی و پناهندگی تشویق می کند؟ سؤالی که مفسران سیاسی به یک شکل جواب می دهند و جامعه شناسان به شکلی دیگر. سیاوش اردلان، بی بی سی. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و کارشناس امور مهاجرت، اینجا در استودیو با ماست. خانم بنی هاشمی، خیلی ممنون تشریف آوردید. میتونید به ما بگید، اگر میدونید، که چه به سر کسانی که این روزها، هفته های اخیر وارد بریتانیا شدن با این وضعی که میبینیم، چه به سرشون میاد؟ باهاشون چطور رفتار میشه؟ این که مستقیماً ازشون خبر داشته باشیم که در چه وضعیتی هستند نه به طور مشخص، ولی معمولاً وقتی که اینا به این صورت وارد بریتانیا میشن در یه دیتنشنی قرار میگیرن، در حالت بازداشتی قرار میگیرن، بازداشت موقت، که شروع بشه پروسه کاریشون، ازشون بپرسن که به چه دلیل اومدن و در واقع کارای پیپر ورکشون، کارای اداریشون شروع بشه، به پروسه شروع بشه. و این پروسه معمولاً چیه؟ چه روندی رو اینها طی میکنند؟ به این صورت هستش که از اینا میخوان که خودشونو معرفی کنن. خب بعضن اینا حتی وقتی میرسن اینجا هیچ کارت شناسایی، هیچ در واقع کارت هویتی همراه خودشون ندارن. و دومین مرحله این هستش که به چه دلیل اومدن، به چه دلیل به اصطلاح به آب زدن و خواستن که این شرایط سخت رو بپذیرن، که این زجر در واقع مهاجرت از این طریق رو برای چی طی کردن و دلیلشون چی هستش. شما سابقه کار با پناهجویان دارید که وارد میشن. میخواستم ببینم شما میدونید که اینهایی که در هفته‌های گذشته به خصوص آمدن که اکثرشون ایرانی هستن، اینها چه نوع پناهجویانی هستن؟ اینطور که ما شنیدیم اینا از اقلیت کرد هستن، که جدیداً بیشتر تعداد زیادشون اقلیت کرد هستن، از ایران اومدن. متاسفانه بحثی هستش که این مهاجرت به این صورت که پناهجویا شروع میکنن به اومدن ارتباط مستقیم داره با وضعیت کشورهایی که اونا ازش میان. الان درسته که شاید این به نظر غیر مستقیم برسه، ولی وضع معیشتی که توی ایران داریم، سرکوب‌های داخلی که به اصطلاح توی ایران اخیراً داره اتفاق میفته، اعدام‌هایی که کردها داشتن، اینا همه عواملی هستش که بحث ناامیدی رو ایجاد میکنه و یه عده‌ای رو به این راه سوق میده که به اصطلاح به آب بزنن و خودشون هر طور شده به یه سرزمین امنی برسونن. و چرا در هفته‌های گذشته اینقدر تعدادشون زیاد شده؟ چندین دلیل داره. یکی از دلایلش اینه که همطور که میدونین راه‌های دیگه پناهجویان بسته شده. حتی میبینین که به اصطلاح برخورد کشورهای دیگه مثل گرجستان، مثل صربستان، اینا برخوردهای متفاوتی رو جدیداً با پناهجویان ایرانی در پیش گرفتن و اینهایی که تو راه هستن یا اینهایی که در واقع کشور رو ترک کردن، اینا یه جورایی با باندهای قاچاقچی در ارتباطن و اونا میبینن که شانس به اصطلاح رفتن و درخواست دادن توی کشورهای دیگه کم میشه. خب یه راهی رو پیدا میکنن، راههای بهتری رو پیدا میکنن که اینها بیان. مطلب دومی که هستش که یه مقداری خود بریتانیا رو هم نگران کرده، مطلبی هستش که بریتانیا احساس میکنه که فرانسه در این مورد داره کمکاری انجام میده. بریتانیا در واقع صحبتش اینه که ما از فرانسه میخوایم جلوی آمدن اینها رو بگیریم. بله درسته. این روزها سیاستمدار انگلیس از این دارن صحبت میکنن. درست میفرمایید. یه پیمان‌نامه و یه معاهده‌ای سال 2003 بین بریتانیا و بلژیک و فرانسه منعقد شده
منتها بعد از اومدن رئیس جمهور ماکرون در فرانسه و بحث برگزیت که ایجاد شده، اون معاهده دیگه به قوت خودش باقی نیست. توی اون معاهده در واقع این سه تا کشور با هم دیگه موافقت کرده بودن که از جنگل کاله استفاده بکنن برای اینکه پناهجویان رو اونجا اسکان بدن، ولی رفته رفته بعد از سال 2016 این جنگل کاله رو فرانسه داره جمع میکنه، در نتیجه یه سری پناهجویان اونجا سردرگمن و این به نظر میرسه، اینطور به نظر بریتانیا میرسه که فرانسه دلش میخواد که این باقی مونده پناهجویانی رو که اونجا سردرگم هستن به یکی از کشورها سوق بده، در واقع با جلوگیری نکردن از اومدنشون داره تعیین تکلیف میکنه. ولی کاله رو که جمع کردن، جنگل دیگه وجود نداره. درسته، رسما وجود نداره ولی هنوز تعدادی اونجا به صورت فراری یا به صورت مخفی دارن زندگی میکنن. آخرین صحبتی که بریتانیا سال 2018 دقیقاً یک سال پیش ژانویه 2018 با فرانسه کرده، یک قرارداد دیگه ای رو میخواسته ببنده که 44 میلیون پوند در واقع بریتانیا قبول کرده بوده که بپردازه برای اینکه فرانسه محافظت کنه از کانال مانش و نذاره که این پناهجوها اصلا به انگلیس بیان. در حقیقت بریتانیا اینطور درخواست کرده بوده که جلوگیری کردن از اومدن پناهجوها رو فرانسه به عهده بگیره و پرداخت هزینه‌ش رو بریتانیا بپردازه. خانم بنی هاشم خیلی ممنون از شما. خیلی متشکرم. متشکرم. پگاه بنی هاشم اینجا در استودیو با ما. متشکرم. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده عربستان سعودی برای جنگ در یمن نوجوانان سودانی را استخدام می‌کند. برابر این گزارش، عربستان در ازای هر کودک سرباز تا 10,000 دلار هم به خانواده‌های آنها پرداخته. گفته شده که بیشتر این نوجوانان از خانواده‌های فقیر منطقه جنگ زده دارفور در سودانند. سودان یکی از کشورهای عضو ائتلاف عربستان در جنگ علیه حوثی‌های یمن است و بخشی از نیروی زمینی این ائتلاف را تأمین می‌کند. خبرنگار ما از واشنگتن خشایار جنیدی همراه ماست. خشایار، گزارش طولانی هست و جزئیات زیادی هم داره، کمی بیشتر برامون بگو که چه اتفاقی داره میفته از دید نیویورک تایمز. نیویورک تایمز برای تهیه این گزارش به سراغ سربازان نوجوانی رفته که از سودان به کار گرفته شدن در یمن برای عربستان و ائتلاف تحت رهبری عربستان به جنگم. به گفته این روزنامه، اونطوری که این افراد بازگو کردند، دولت عربستان به خانواده های این افراد 10,000 دلار پرداخت میکنه در ازای هر سربازی که در جنگ حضور پیدا کنه در منطقه دارفور که یک منطقه جنگ زده در سودان هست و بسیاری از خانواده ها به خاطر اوضاع بدی که در اونجا وجود داشته در تنگنا قرار دارن. به نوشته این روزنامه، بسیاری از خانواده ها خودشون بچه هاشون رو به جنگ میفرستن در یمن، چرا که به اون پول احتیاج دارن و اون پول برای اونها مبلغ بسیار زیادی هست و میتونه زندگیشون رو متحول کنه. از سوی دیگر این روزنامه اشاره میکنه که بعضی از خانواده ها و بعضی از افراد خودشون حتی رشوه دادن به افسران ارتش سودان تا سن اونها رو بزرگتر جا بزنه که بتونن اعزام بشن. کشور سودان یکی از کشورهای عرب عضو ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن هست که به پشتیبانی دولت عبدالربه منصور هادی علیه حوثی‌های یمن می‌جنگند. ارتشش اونجا مستقر هست و اونطور که نیویورک تایمز گزارش کرده، بین 20-40% سربازانی که در یگان‌های سودانی در یمن می‌جنگند افرادی هستند که بین 14-17 سال سن دارند. سودانی‌هایی که نیویورک تایمز باشون اشاره مصاحبه کرده به نکته دیگری هم اشاره کردند که افسران عربستانی و اماراتی معمولا از اونها به عنوان آتش هیزم آتش استفاده میکنن، اونها رو به خط مقدم میفرستند، خودشون عقبتر میایستند به خاطر که آسیب نبینن و اونها رو از دور هدایت میکنند. البته این بار اولی نیست که این موضوع داره گزارش میشه. هفته گذشته چند جای مختلف دیگر در روزنامه‌های اسرائیل از جمله این موضوع رو گزارش کرده بودند. واکنش هم بهش کم نبوده، کمی بیشتر از این واکنش ها برامون بگو. سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان موضوع رو کلن رد کرده و گفته که نوجوانان در این جنگ استفاده نشدند و گزارش های مربوط رو هم دروغ و خیال پردازی دونسته. از سوی دیگر نیویورک تایمز به سراغ وزارت خارجه سودان رفته. اونها به پاسخهای نیویورک تایمز در رابطه با تعداد نفراتی که اعزام شدند، در مورد مبلغی که به اونها پرداخت میشه و سن و حتی تلفات سودان در این جنگ پاسخی ندادند. منابع غیر رسمی صحبت از این میکنن که حدود 14,000 سودانی
از ابتدای جنگ یمن تا کنون در کنار نیروهای عربستانی و اماراتی در یمن جنگیدند. ممنونم خشایار. خشایار جنیدی خبرنگار ما از واشنگتن همراه ما بود. تنها یک روز تا پایان سال میلادی 2018 باقی مونده، ولی هنوز برای تماشای یکی دوتا از بهترین فیلم های سال وقت است. از مرگ نابهنگام مرد عنکبوتی تا زن جوان سرخپوشی که یک تنه از پاریس انتقام میگیرد. حسین شریف نگاهی کرده به 5 پیشنهاد سینمایی سال 2018. اگه گوشه چشمتون به تقویم و نگرانین که امسال فرصت نکردین به اندازه کافی فیلم ببینین، قصه نخورین که تا پایان سال هنوز چند ساعتی باقی مونده. میتونین یکی از این 5 پیشنهاد سینمایی ما رو انتخاب کنین و آخرین ساعت‌های این سال پرماجرا رو با تماشای یک فیلم خوب سر کنین. این 5 فیلم رو از بین فیلم‌هایی که سال 2018 در بریتانیا اکران شدن انتخاب کردیم. اولین پیشنهادمون روما، برنده شیر طلایی ونیز و جدیدترین فیلم آلفونسو کوارونه، کارگردان دوبار اسکار برده ای مکزیکی که پیشتر از او فیلم‌های مثل جاذبه و فرزندان انسان رو دیده بودیم. خودتون رو برای تماشای فیلم متفاوتی آماده کنین که این بار میشینیم در ماشین زمان همراه با آقای کارگردان سفر میکنیم به شهر زادگاهش مکزیکو سیتی در دهه 70 تا از پشت دوربین شاهد زندگی خدمتکاری باشیم که از 9 ماهگی او رو بزرگ کرد. کوارون برخلاف همیشه بی خیال برنامه‌ریزی و ساختارهای پیچیده شد و در مکزیکو سیتی خونه‌ای پیدا کرد شبیه خونه بچگیش و 110 روز در کنار بازیگرهایی که از سرنوشت کاراکترهاشون اطلاعی نداشتن مشغول فیلمبرداری شد. پیشنهاد بعدیمون فیلمی از کارگردانی که از بچگی نگران بود که وقتی بزرگ شد شبیه پدر قماربازش نشه. هیروکازو کوردای 56 ساله و خانواده‌اش دیگه میتونن با خیال راحت بخوابن، چون او امسال نخل طلای کن رو با همین فیلم دل دزدها یا شاپ لیفترز به خونه برد. داستان خانواده‌ای شلوغ و عجیب و فقیر و سرخوش که برای گذران روزگار به هر کاری دست میزنن و در لغتنامه‌شون به تعریف متفاوتی از خوب و بد رسیدن. کوردا با قاب‌های کم ارتفاع و لایه‌لایه‌اش و از پشت درهای کشویی این خونه قدیمی داستان آدم‌هایی رو تعریف می‌کنه که نه اونقدر پلیدن که ازشون متنفر باشیم و نه اونقدر فرشته که عاشقشون. آدم‌هایی که همین دوروبرها جایی بین مرگ و روزمرگی پرسه می‌زنن. پیشنهاد بعدیمون ژون فم یا زن جوان فیلمی است فرانسوی و برنده دوربین طلایی کن. داستان زن جوانی که 10 سال سوژه محبوب و معشوق یک عکاس معروف بوده و حالا که از او جدا شده می‌بینه چیزی از خودش نداره. این زن سرخپوش گربه به دست ولی از تکوتان نمیفته و یک نفره تصمیم میگیره از پاریس انتقام بگیره و زندگی خودش رو از اول بسازه. هاروکی موراکامی نویسنده مشهور ژاپنی تا 2 هفته دیگه به 70 سالگی پا میگذره و بعد از این همه سال دیگه با این واقعیت کنار اومده بود که قرار نیست از رمان‌هاش اقتباس سینمایی خوبی ساخته بشه. تا اینکه سر و کله لی چنگ دونگ پیدا شد. فیلمساز موفق و رمان نویس سابق و معلم مدرسه اسبق که تصمیم گرفت داستان کوتاهی از موراکامی رو روی پرده بیاره. نتیجهش فیلم سوزاندن داستان عشق پسری است به دختری که خورشید به خونش راهی نداره، از گربه نامرئی نگهداری میکنه و رابطه مرموزی داره با مردی که تفریحش سوزاندن گلخانه های پلاستیکی متروکه. و آخر سر اگه شما هم از بمباران ابرقهرمان‌های مارول و دی سی روی پرده سینما خسته شدین و حوصله‌تون از رویارویی این قهرمان‌های حاضر جواب و فناناپذیر سر رفته، حتما مرد عنکبوتی به سوی دنیای عنکبوتی رو ببینید. شاهکار فیلم سبک انیمیشن منحصر به فردشه که خودتون باید به چشم ببینید. محصول کار بیش از 140 انیماتور که بعد از ساخت انیمیشن 3D روی فریم‌ها به صورت 2D نقاشی می‌کردن تا قاب‌ها بیشتر به نقاشی دست شبیه باشن تا محصولی کامپیوتری. تا موقع تماشای فیلم حس کنین داخل یک کتاب کمیک قدم گذاشتین. این انیمیشن رو ببینین تا یادتون بیاد چرا سالها پیش برای اولین بار پای قصه این ابرقهرمان‌ها نشست. حسین شریف، BBC. اینم از فیلم‌های گزیده امسال. وقتی به تکنولوژی و پول مجازی فکر می‌کنیم، سیبری شاید آخرین جایی باشه که به ذهن ما میاد. اما این منطقه سرد و وسیع در روسیه مناسب‌ترین شرایط رو برای استخراج بیت کوین داره. سارا رینزفورد خبرنگار BBC به شهر ایرکوتسک در سیبری رفته و با تعدادی از کسانی که اونجا تجارت بیت کوین راه انداختن صحبت کرده. Meet Marina Sergeyevna.
مارینا سرگیونا آشنا شوید. یه مادر بزرگ روس که در کلبش در سیبری بیت کوین استخراج میکنه. میگه این دستگاه ها هم صدا تولید میکنن و هم پول. مارینا پول های مجازی رو که این دستگاه استخراج میکنن نقد کرده و به حساب بازنشستگیش میریزه. دلبستگی مارینا به این دستگاه ها تعجبی نداره. با پولی که از اونا به دست آورده تمام اروپا رو گشته. به هم گفتن مارینا سرگیونا چرا ماشین استخراج نمی خری؟ منم گفتم باشه، حالا هم پشیمون نیستم. دستگاه ها بعد از 8-9 ماه پول خودش رو در آوردن. مارینا از هوای گرمی که ماشین ها تولید می کنند هم استفاده می کنه. میگه با اون لباس های شسته رو خشک می کنه یا مثل ایتالیایی ها گوجه فرنگی خشک می کنه. مارینا تنها کسی نیست که در ایرکوتس بیت کوین استخراج میکنه. در نگاه اول سیبری شاید آدم رو یاد تکنولوژی نندازه، اما شرایط اینجا برای استخراج بیت کوین عالیه، با برق ارزونی که از این رودخونه به دست میاد و سرمایی که در زمستان تا -40 درجه هم میرسه، شرایطی برای سرد نگه داشتن ماشین های استخراج آماده است. همینه که وقتی باشگاه کاراوکی یوری از رونق افتاد، همراه خانوادش به تجارت بیت کوین روی آورد. اونها از پیشگامان استخراج پول مجازی در اینجا هستن. از جمله مادر یوری، والریا. ایرکوتسک پایتخت پول مجازی روسی است. برای این کار نیازی به تخصص ندارین، چون خیلی ساده است. کامپیوترتون رو به برق و اینترنت وصل می‌کنید و تمام. مرکز استخراج والریا اینجا در مزرعه خانوادگی است. بعضی از ردیف‌ها خالیه، چون بعد از سقوط ارزش بیت کوین بعضی از مشتری‌ها دستگاه‌هاشون رو برداشتن، ولی والریا دست از رویایی که داره بر نداشته. من پولی رو می‌خوام که خودم درآورده باشم و پول زیادی هم می‌خوام. پسرم میگه یه روز ارزش بیت کوین به میلیون میرسه، اون وقت میتونم برای نبه هام پول زیادی به ارث بذارم. نقش بزرگی از یک رویا. جویندگان طلا در عصر جدید در جستجوی پول مجازی هستند. عملیاتی که رهبریش رو مادر بزرگهای سیبری در دست دارن. سارا رینسفورد، بی بی سی نیوز، ایرکوتسک. چند ساعتی بیشتر با سال نو میلادی فاصله نداریم. هر سال این موقع کنسرت‌های موسیقی بزرگی در گوشه و کنار جهان برگزار میشه. از جمله کنسرت موسوم به سال نو که ارکستر فیلارمونیک وین در اتریش اون رو برگزار میکنه. امسال قرار این کنسرت برای 61مین بار اجرا و در تلویزیون‌های 90 کشور دنیا پخش بشه. ویدیوی تبلیغاتی این کنسرت امروز منتشر شده. 60 دقیقه امشب رو با بخش‌هایی از اون به پایان می‌بریم. شب و روزتون خوش.